بسم الله الرحمن الرحیم. من محمد پیاکویستانی، استاد کیمیا، فصل چهارم، درس پنجم ماجرا الکائین ها هستند. در این فصل ماجرا الکائین ها را مطالعه میکنیم، سلسله امولوژی آنها را مطالعه میکنیم، ساختمان ایزومیدی و نامگذاری الکائین هاست، خواص فیزیکی الکائین هاست، خواص کیمیایی الکائین هاست و در آخر موارد استعمال ازی هم در بر میگیرد. پس گفتم میدانیم که الکائین ها کدام مرکبات، مرکباتی که دارای یک رابطه سیگانه باشند به نام الکائین ها یاد میشن و هم به نام الکائین ها را به نام سلسله اسیتیلین نیز یاد میکنن. الکائین ها دارای فرمول عمومی CnH2n-2 هستند. در اینجا n میتونه که قیمت بزرگ از 2 و یا مساوی به 2 را برای خود بگیره. نظر به الکین ها یا الکان ها، نظر به الکان ها که ما شما در راجع کربن های مشبوع گفته بودیم، چهار اتم هیدروژن کم داره. نظر به الکین ها یا اولفین ها گفتیم 2 اتم هیدروژن کم داره. این هم از جمله مرکبات غیر مشبوع می باشند. در صورتی که نمایش ما دو قیمت میتیم، این C2 2 ضرب 2 منفی 2، پس میبینیم C2 H 2 میشه در این ازی هایدرو کاربون خود، یعنی 2 اتم هایدروژن میتونه که در این جای بگیره، 2 اتم کاربون 2 اتم هایدروژن. در این ساختار یک شما مشاهده میکنین، میبینیم که 2 اتم کاربون، نظر به فرمول عمومی که ما شما دیدیم گفتیم CnH2n-2 یعنی 2 کاربون 2 اتم هایدروژن. پس یگانه مرکبه قسم تعریف ما شما مرکباتی که دارای یک رابطه سه‌گانه باشند برام الکائین ها یا مربوط به سلسله اسیتیلین می باشند. این مرکب عضو اول از این خانه است. این نظر به الکین ها میتونه بگیم 2 اتم هیدروژن کم داره، نظر به الکان ها 4 اتم هیدروژن. بعدا ما شما مشاهده میکنیم یعنی طول رابطه هم در درجات تفاوت میکنه. طول رابطه نسبت به الکین ها کوتاه‌تر هست، قسمی که در درجه ما شما میبینید 1.20 انگستروم هست و هم در درجه هیدروکون و هم در الکان های مرکبات دیگه ازی هم ما شما میبینیم. در درجه هیدروکربن خود قسمی که ما شما الکان ها را گفتیم مشاهده کردیم، الکین ها را و همچنان ببینید الکائین ها. الکان ها مرکباتی بودند که دارای رابطه یگانه بودند، کربن هایشان به حالت SP3 هایبریدی قرار داشت و زاویه شان 109 درجه و 5 دقیقه گفته بودیم و طول فاصله طول رابطه بین کربن کربن 1.54 انگستروم است. و در الکین ها که عضو دومش عبارت از ایتیلین بود یا ایتین، ما شما گفتیم که پسوندش به حروف ای این ای می آمد، زاویه در درجه ما شما 120 درجه زاویه بود و میبینیم که طول رابطه کوتاه‌تر از نسبت به الکان ها هست، اینجا 1.33 انگستروم. فعلا که ما شما الکائین ها را مطالعه میکنیم، الکائین ها زاویه در درجه میتونه بگیم که 180 درجه از بالت خطی هستند در پسوند نامشان و اینیمیه که ما شما بعدا نیده هم مطالعه میکنیم میبینیم. یه هیدروکاربون طول رابطه در ازی هم میبینیم که 120 هستند. نظر به قطبیت هزینی ها بگیم که یا منفیت برقی هزینی ها را بگیم، اینی هیدروکاربون ما شما سبب تولید چارج میشه و منفیت برقی هم داره، یعنی دارای منفیت برقی میباشه. منفیت برقی ازی در بالای سر ازی یا در قسمت بالا نسبت به الکائین ها منفیت برقیش کوچکتر است. از ما شما در زاویه 120 درجه گفته بودیم، دیدیم در ازی 180، اما اینی منفیت برقی از این نسبت به او بیشتر است که در بالای سر خط وجود داره، مولکولشان به شکل خطی هسته. طوری که در ازی قسمی که شما در وجود دیدین که رابطه سیگانه بود، ما شما ببینیم که 2 کاربن 2 هیدروژن، 1 هیدروژن 1 کاربن، رابطه بین کاربن کاربن یا دیگه کاربن هیدروژن، یعنی که ما شما معادلش را داریم C C C، یعنی رابطه ای که در بین اجزا برقرار میشه، این رابطه رابطه سگما هست و این رابطه هم رابطه سگما است، این رابطه هم رابطه سگما است. پس کاربن هم ما شما گفته بودیم که کاربن دارای 3 رابطه است، 4 رابطه باید باشه، اما یک رابطه شد 2 رابطه دیگه، یعنی 2 الکترون از این کاربن 2 الکترون هم از این کاربن که سبب تشکیل رابطه سگانه میشه. و در ازی گفتم میتونم 2 الکترون را که ما شما سر از جا گفتیم، یعنی می رابطه ای که در از ما شما داریم، میبینیم که اینی 2 اوربیتاله که باقی میمانه بالای از جا که ما گفتیم
پی دارای سه آربیتال بالای محور و وای بالای محور زاید، اونو دو آربیتال هزی دو آربیتال هزی سبب تشکیل دو رابطه پای در بین مولکول ها میشه. یعنی دو الکترون هزی دو الکترون دو رابطه پای تشکیل میدن. قسمی که در نتیجه هم مشاهده میکنین اینی رابطه رابطه پای رابطه رابطه پای است. اینی حالت هایبریدی رابطه سگما است. در از یه هایدروکاربن خود ما شما گفته میبینیم که کاربن ها با حالت SP قرار داره، SP قرار داره، اما در الکین ها به SP 2 بود و هم در الکان ها SP 3 در از یه هایدروکاربن های ما شما مشاهده. قسمی در نتیجه هم ما شما مشاهده میکنیم. اینجا اگر به قسم بگیریم اینی آربیتال هایی که بالای محور زد و بالای محور وای است، یک رابطه پای دیگر رابطه پای. اگر به این شکل هم بگیریم هم میتونیم اینی رابطه های سگما بود که آربیتال های SP و به شکل SP گفته بودیم یک سمرای یک بی بود زاویان 180 درجه است. اون در قسمت سلسله اسید استرین شما باید همه قدر بدانید که کاربون هایش به حالت SP هست و هر قدر که سهم آربیتال S بیشتر شد منفیت برقیشان بیشتر شده میده، هر قدر که سهم آربیتال S کم شده منفیت برقیشان کم میشه. بعدن هم ما شما در دوجه شاید ماس بگیم. طبقه بندی استرین است. استرین را به دو دسته طبقه بندی کردن. یکی ما شما بودیم استرین های حقیقی یا انتهایی میگنشه. استرین های حقیقی کدام را؟ مرکباتی که یک اتم یا الکاین هایی که یک اتم هایدروژنش عوض شده باشه با یک بقیه دیگه. مثلا ببینین دو هایدروژن داشته استرین، یکیش تعویض شده با میتایل، میگه میتایل استرین. یه از جمله استرین های حقیقی. اینجا ببینیم اگر این بقیه بزرگ باشه یا کوچک باشه پروانه نمیکنه، من تعویض هدف از تعویض. اینجا میبینیم هم تعویض صورت گرفته است. اینجا یک کاربن دیگه میبینیم که کاربن سیمی با از این کاربن ما وصل است. پس اینی کاربن به نام ترشیری ما شما یاد کردیم، ترشیری و مرکب ما شما استرین است. که پس ما شما میتونیم که هومولوگ های استرین پروپاین است و بیوتاین است و پنتاین است. اینی از جمله مثل که ما شما در الکین ها گفته بودیم، در الکان ها گفتیم مولوک ها یعنی مرکبات بعدیش است. بعد از استرین کدام مرکباتی که قرار داره بوده به نام هومولوگش یاد میگیم. استرین های داخلی حقیقی را دیدیم که ما شما یک هایدروژن تعویض کرد، اما در داخلی میبینیم که هر دو هایدروژن تعویض شد. ای هم ای کاربون هم هایدروژن خود عوض کرد، ای کاربون هم هایدروژن خود عوض کرد، هر دو کاربون هایدروژن های خود عوض. ای جه هم ماش ما میبینیم که ای هم عوض کرد ای جه هم. پس اینی از جمله استرین های داخلی است. میتونیم یک میتایل دگه میتایل دگه میتایل اینجا میتایل میتایل. اینی بقیه را به نام ترشیری ما شما گفته بودیم. ترشیری ایده تا هر دوش مشابه میمیم دای ترشیری بیوتایل، چار کاربون هست یک دو سه چار بیوتایل استرین. و اینجا میبینیم که از حلقه بنزین است. حلقه بنزین ما شما گفتم میتونیم که در از این هایدروکاربون خود